کوری، نوشته ژوز ساراماگو، ترجمه عاطفه اسلامیان. برای دیدن این تصویر هم چشم لازم است. زنی با باری از کیسه های پلاستیکی در خیابانی باران گرفته، در میان آشغال های گندیده و مدفوع انسان و حیوان راه می رود. اتومبیل ها و کامیون ها توی همه خیابان ها رها شده و خیابان های اصلی را مسدود کرده بودند. دور لاستیک های بعضی از وسایل نقلیه عرب سبز شده است و کورها با دهان باز و چشم دوخته به آسمان سپید به نظر باور نکردنی می رسد که از چنین آسمانی باران ببارد. زن دکتر همانطور که پیش می رود تابلوی خیابانها را می خواند. بعضی از آنها را به یاد می آورد ولی بقیه را اصلا به خاطر نمی آورد و لحظه ای می رسد که می فهمد راهش را گم کرده است. شکی نیست که گم شده است. از یک تقاطع می پیچد، سپس تقاطع بعدی. دیگر نه خیابانها و نه اسم آنها برایش آشنا بود. بعد در اوج اندوه روی زمین کثیف پر از گل سیاه نشست و بی رمق بی هیچ نیروی زد زیر گریه. سگها دور او جمع شدند، اما چندان سماجت نمی کردند که انگار از ساعت غذا خوردنشان گذشته است. یکی از آنها صورت زن را لیسید. شاید از وقتی طول سگ بوده به خوش کردن عشق عادت کرده بود. زن سر سگ را نوازش می کند، دستش را بر پشت خیسش می کشد و در حالی که سگ را در آغوش دارد همچنان عشق می ریزد. وقتی بالاخره سرش را بالا گرفت هزار بار ستایش بر خدای چهار راه‌ها نقشه بزرگی را در جلوی خود دید. از آن نقشه هایی که شوراهای شهر در مراکز شهر نصب می کنند به ویژه برای استفاده و اطمینان خاطر مسافران که هم دوست دارند بدانند کجا بودند و هم دقیقاً بدانند کجا هستند. حالا که همه کور شدند شاید این فکر به سرتان بیفتد که پول الکی خرج شده است، اما فقط باید صبر کرد و دید. باید گذاشت زمان مسیر خود را طی کند. باید این را یک بار برای همیشه یاد گرفته باشیم که سرنوشت قبل از اینکه به جایی برسد هزار چرخ می زند. فقط سرنوشت می داند که به چه قیمتی این نقشه اینجا گذاشته شده تا این زن بداند که کجاست. آنقدر هم که فکر می کرد دور نبود، فقط یک مسیر انحرافی را در جهت دیگر رفته بود. تنها کاری که باید بکنی این است که این خیابان را رد کنی تا به میدان برسی. آنجا دو خیابان از چپ بشموری، بعد وارد خیابان اولی سمت راست بشوی. این همان خیابانی است که دنبالش می‌گردی. پلاک را هم که فراموش نکرده ای. سگ‌ها کم کم رهایش کردند. یا در مسیر چیزی حواسشان را به خود جلب کرده بود، یا با منطقه آشنا هستند و تمایلی ندارند که زیاد از آنجا دور شوند. فقط سگی که عشقها را خوش کرده او که عشق ریخته بود را همراهی کرد. احتمالاً برخورد زن با نقشه که چه خوب به دست تقدیر رقم خورده بود شامل حال سگ هم شده بود. واقعیت این است که با هم وارد مغازه شدند. سگ اشلیز از دیدن آدم‌هایی که روی زمین آنچنان بی حرکت دراز کشیده بودند که انگار مرده اند تعجب نکرد. سگ به این صحنه عادت داشت. گاهی هم می‌گذاشتن میانشان بخوابد و وقتی موقع بلند شدن می‌رسید تقریباً همگی زنده بودند. زن دکتر گفت: اگر خوابید بیدار شوید. غذا آوردم. اما قبل از اینکه حرف بزند در را بسته بود مبادا کسی که از خیابان رد می شود صدایش را بشنود. پسر لوچ اولین کسی بود که سرش را بلند کرد. ضعف مانع از این شد که حرکت دیگری بکند. بقیه بیشتر طولش دادند. خواب می دیدند سنگ شدند و چه خوب می دانیم که سنگ ها چه سنگین می خوابند.
یک گشت ساده در اطراف شهر این را نشان می دهد. آنجا نیمه دفن شده در خاک خوابیدند و خدا می داند به انتظار کدام بیدار کننده‌ای هستند. با وجود این، واژه غذا نیروی جادویی دارد، مخصوصاً وقتی که گرسنگی فشار می آورد. حتی سگ اشکلیز که زبان نمی فهمد دمش را تکان داد. با این حرکت غریزی یادش افتاده که هنوز آنچه از سگهای خیس انتظار می رود را انجام نداده است. این که خود را به شدت تکان می دهند و هر چیزی که دور و برشان است را خیس می کنند، برای آنها این کار ساده است. پوستی که روی بدنشان است این تصور را به وجود می آورد که کت به تن کردند. آن آب متبرک با اثر بخشی فراوان مستقیم از آسمان فرو می ریخت. شلپ شلپ آب به سنگ‌ها کمک می کرد تا خود را به انسان تبدیل کنند. در همین حین زن دکتر با باز کردن کیسه های پلاستیکی یکی پس از دیگری در این جریان دگرگونی شرکت می کرد. همه ی آن چیزها بوی تازه ی آنچه در خود داشتند را نمی داد. اما اگر کلمات فخیم به کار ببریم، بوی خوش تکنانی بیات همچون گوهر وجودی خود حیات تازه است. حالا دیگر همه بلند شدند. دستهایشان می لرزد، چهرههایشان بیقرار. الان است که دکتر همانطور که قبلا هم برای سگ اشریز پیش آمده بود به یاد می آورد که کیست. مواظب باشید، خوب نیست زیاد بخورید، ضرر دارد. مرد کور اولی گفت: چیزی که برای من ضرر دارد گرسنگی است. زنش او را سرزنش کرد: به حرف دکتر گوش کن. و شوهرش ساکت شد. با کمی دلخوری پیش خود فکر کرد: حتی از چشم هم چیزی سرش نمی شود. حرفش ناروا بود، مخصوصا با توجه به اینکه دکتر کمتر از بقیه کور نیست. دلیلش هم این که متوجه نشده بود زنش از کمر به بالا لخت است و این زنش بود که ژاکت او را خواست تا خود را بپوشاند. کورهای دیگر به سمتش نگاه کردند، اما خیلی دیر شده بود. اگر فقط زودتر نگاه کرده بودند چه ها که نمی شد. وقتی که مشغول خوردن بودند، زن از ماجراهایشان تعریف کرد، از همه آن چیزهایی که برایش اتفاق افتاده بود و همه کارهایی که انجام داده، بدون آنکه از بستن در انبار چیزی بگوید. آخر از انگیزه های انسانی که به خود داده بود کاملا مطمئن نبود. در عوض جریان مرد کوری را تعریف کرد که خورده شیشه‌ای توی زانویش رفته بود. همه از ته دل خندیدند. البته واکنش پیرمرد چشمان سیاه بسته لبخندی خسته بود و پسر لوچ هم که تنها حواسش به صدای جویدن غذایش بود ریاکشنی نداشت. سگ اشلی سهمش را گرفت و به جبران آن از همان موقع هر وقت کسی از بیرون در را به شدت تکان می داد بی امان پارس می کرد. هر کس که بود پافشاری نمی کرد. حرف از سگهای هاری بود که همه جا پرسه می زدند. همین که ندانی پایت را کجا میذاری کافیست که حسابی کلافه شوی. سکوت دوباره برقرار شد. گرسنگی اولیه همه برطرف شد و آن موقع بود که زن دکتر شروع به تعریف حرفایش با مردی کرد که از همین مغازه بیرون آمده بود تا ببیند باران میآید یا نه. بعد به این نتیجه رسید اگر چیزی که به من میگفت درست باشد، نمیتوانیم مطمئن باشیم که خانه های من همانطور که از آن بیرون آمده ایم باقی مانده است. حتی معلوم نیست که بشود داخلشان رفت یا نه. منظورم با آنهایی است که فراموش کردند موقع بیرون آمدن از خانه هایشان کلید بردارند یا کلید را گم کردند. مثلا خود ما کلید نداریم. موقع آتش سوزی گم شدند. غیر ممکن است که الان بشود بین خاکسترها پیدایشان کرد. این حرف را زد و انگار می دید که شعله های آتش قیچیش را می بلند. اول خون لخته شدهی که رویش مانده بود را می سوزند. بعد لبه های تیزش را نوازش می داد، کندشان می کرد و رفته رفته آنها را کند. قابل انعطاف، نرم و بیشکل می کرد. هیچ کس باورش نمی شود که این وسیله توانسته باشد گلوی کسی را سوراخ کند.
همین که کار آتش تمام شود، محال از در این توده یک پارچه فلز ذوب شده بشود تشخیص داد کدام قیچی است و کدام کلید. دکتر گفت کلیدها دست من است. و دست پاچه سه انگوش را در جیب کوچک کنار کمر شلوار پاره و پورش کرد. حلقه کوچکی با سه کلید را بیرون آورد. چطور شد کلیدها را برداشتی؟ من که آنها را توی کیف دستی گذاشته بودم که جا ماند. من برشان داشتم. ترسیدم گم شوند. فکر کردم اگر پیش من باشد جایش امن‌تر است. و اینطوری به خودم هم اطمینان می دادم که یک روزی به خانه برمی‌گردیم. خیالم راحت شد که کلید داریم، اما شاید در خانه را شکسته باشند. شاید هم اصلا طرفش نرفته باشند. چند لحظه دیگران را فراموش کرده بودند، اما حالا مهم بود که بدانند کلیدهای هر کدامشان چه شده است. اولین کسی که حرف زد دختر عینک تیره بود. وقتی آمبولانس آمد که مرا ببرد، مادر و پدرم در خانه بودند. بعد از آن دیگر نمی‌دانم چه بر سرشان آمده. بعد از او پیرمرد چشمان سیاه بسته با صدای بلندتر گفت: در خانه بودم که کور شدم. در را زدند. صاحب خانه بود. آمد که به من بگوید چند پرستار مرد دنبال من آمدند. موقع فکر کردن به کلید نبود. تنها کسی که ماند زن مرد کور اولی بود. اما گفت: نمیتوانم بگویم، فراموش کردم. میدانست و یادش هم نرفته بود، اما در واقع نمیخواست اقرار کند که وقتی ناگهان دید کور شده است. البته استفاده از فعل دیدن بی‌معنی است، اما آنچنان عمیق در زبان ریشه دوانده که نمیتوانیم از آن بپرهیزیم. جیغ و فریاد کشان از خانه بیرون دویده و همسایه هایش را صدا زده بود. آنهایی که هنوز در ساختمان بودند در مورد کمک به او دودل بودند، و او که وقتی این مصیبت سر شوهرش آمده بود آنقدر محکم و لایق ظاهر شده بود، حالا که نوبت خودش رسیده از پا افتاده بود. خانه را چهار تاق باز رها کرده بود. حتی به فکرش نرسیده بود که از آنها بخواهد یک دقیقه به او اجازه بدهند در را ببندد و بگوید الان برمیگردم. هیچ کس از پسر لوچ سراغ کلید خانهش را نگرفت، چون حتی یادش نمی آید کجا زندگی می کند. بعد زن دکتر با ملایمت دست دختر عینک تیره را لمس کرد. از خانه تو شروع می کنیم که نزدیکتر است، اما اول باید لباس و کفش پیدا کنیم. نمی توانیم اینطوری نشسته و ژنده پوش این طرف و آن طرف برویم. آمد بلند شود که متوجه پسر لود شد. حالا که آرام گرفته و گرسنگیش برطرف شده بود، دوباره خوابش برد. گفت: بهتر از الان استراحت کنیم و کمی بخوابیم. بعدن می رویم بیرون تا ببینیم چه می شود. دامن خیسش را درآورد. بعد برای گرم شدن تنگ شوهرش خوابید. مرد کور اولی و زنش هم همین کار را کردند. شوهرش پرسیده بود: تو هستی؟ یاد خانهشان افتاد و دلش گرفت. نگفت دلداریم بده، اما دلش همین را میخواست. چیزی که نمیدانیم حسیست که باعث شد دختر اینک تیره بازویش را دور شانه پیر مرد چشمان سیاه بسته بیاندازد. اما بیشک این کار را کرد و به همان حال ماندند. او خوابید ولی پیر مرد بیدار ماند. سگ رفت دم در دراز کشید و راه ورودی را بست. وقتی که مجبور نباشد اشک کسی را خوش کند، حیوانی خشن و عبوس می شود. لباس پوشیدند و کفش پایشان کردند. چیزی که هنوز راه حلی برایش پیدا نکرده بودند، راهی برای شستن خودشان بود. اما همین حالا هم در ظاهر با بقیه کورها کمابیش فرق داشتند. رنگ لباس‌هایشان علی‌رغم کمبود نسبی و محدودیت اجناس موجود خوب به هم می‌آمد، چون به قول معروف میوه دستچین شده است. این از مزایای داشتن یک نفر در محل است که پیشنهاد دهد این را بپوش به آن شلوار می‌آید. راه را با خالدار تناسب ندارد. البته جزئیات و ریزکاری‌های از این قبیل برای مردها ذره‌ای اهمیت ندارد،
اما هم دختر اینتیره و هم زن مرد کور اولی اصرار داشتند که بدانند چه رنگ و چه مدلی پوشیدند تا به کمک قوه تخیلشان دستشان بیاید که چه شکلی شدند.